مهمان من حدود 4 ماه قبل برای نمایش فیلمش در یک جشنواره حقوق بشری در آلمان به اون کشور سفر کرد و دیگر به کشورش ایران برنگشت. او مثل بسیاری از جوانان ایرانی با نظام سیاسی حاکم بر کشورش مخالف است، ولی تفاوتش با دیگر جوانان ایرانی آن است که پدر او از مشاوران ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است. او میگوید میخواهد صدای نسل معترضش باشد و برای بهبود وضع حقوق بشری در ایران و زندگی بهتر برای جوانان کشورش تلاش کند. نرگس کلهور، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. ممنون، متشکرم. خانم کلهور، شما از کی خودتون رو یک معترض حس کردید؟ یعنی در واقع به اصطلاح رایج امروز ایران خودتون رو غیر خودی حس کردید در جمهوری اسلامی ایران؟ فکر میکنم که نهایت این احساس دقیقا بعد از انتخابات بود، نه برای من، برای خیلی از در واقع سن و سالهای من. خب قبل از اون ما همیشه اعتراض داشتیم، شاکی بودیم، ولی مسئله این بود که پذیرفته بودیم خیلی از چیزها رو، ولی دیگه نهایت اجحاف برای ما اتفاقی بود که در انتخابات پیش اومد و دیگه نمیتونستیم ساکت بشینیم. یعنی شما پیش از انتخابات راضی بودید الفاظ؟ رضایت که در واقع نمیشد گفت. ما مشکلمون فقط این نبود که حقوق بشر بلخص برای خانم رعایت نمیشه. ما ساده ترین مسائلمون برامون مشکل بود، ولی اینکه به اون حد نرسیده بودیم که بگیم حالا بجنگیم، برای رسیدن به حقمون بجنگیم. ولی مثلا در واقع حرفی که شما میزنید اینه که در قبل از انتخابات شما و به اصطلاح افرادی مثل شما، جوانهای ایرانی با لغل بخشیشون، ناراضی بودن از وضع، ولی بعد از انتخابات معترض شدن. دقیقا همینطوره. یعنی در واقع میشد گفت یک سری بغضا بود که جمع شد و دیگه یک جا ترکید که دیگه خیلی دارین در حق ما چاف میکنین. یعنی ولی شما خانم کلهور، شما پدرتون مشاور ارشد محمود احمدی نژاد بود، در یک خانواده زندگی میکردید، خیلی نزدیک بود به حاکمیت، قاعدتا بایستی در یک از یک امتیازاتی هم در جامعه برخوردار میبودید که دیگران احتمالا نبودند. شما چرا ناراضی شدید؟ یعنی شما مشکلتون چی بود؟ واقعیتش اینه که بحث کاری و زندگی من و حتی تحصیلم، که من شهرستان مجبور شدم 2 سال تحصیل کنم، برای من هیچ امتیازی وجود نداشت. من حتی برای اینکه بتونم گذران زندگیم و خرج زندگیمو در بیارم، مدت 3 سال من میرفتم فیلمبرداری عروسی و فیلمای عروسی تدوین میکردم. و خب رئیس اونجا بعد از اینکه فهمید من دختر کیم، من از کار بیرون کرد. خیلی محترمانه البته، ترسید، فکر کرد که الان مثلا من میخوام برم راپورت بدم که اینا عروسیای قاطی مثلا میرفتن بعد میکنن. یعنی حتی من موقعیت زندگیمو خیلی جاها از دست دادم که به دست نیوردم، و اصلا هم ناراحت نیستم. یعنی حالا کاراکتر پدر من اینطور بود یا سیستم اینطور بود که من به خاطر طرز پوششم، به خاطر افکارم، نمیتونستم توی اون بخشی قرار بگیرم که پدر من رفته آمد داشت. حتی با این وجود اینکه ایشون توی سینما بسیار آشنا داشتن، بسیار کانکت داشتن در واقع، ولی خودم هم نخواستم این اتفاق بیفته. ترجیح میدادم که کار دیگه بکنم، پولم از راه دیگه بتونم در بیارم، ولی واسه فکر خودم فیلم بسازم. چطور بود که شما متفاوت بودید؟ یعنی شما اشاره کردید به اینکه به علت شیوه زندگیت و نحوه پوششت نمیخواستین که مثل بقیه باشین، که اصلا وابستگان به حکومت باشید. چرا شما در خانواده شما که یک خانواده خیلی نزدیک به حکومت بود، شما اینجوری بودید؟ به شما ایراد نمیگرفتن؟ مثلا پدرتون ایراد نمیگرفت؟ چرا؟ ما همیشه مسئله حجاب و مخصوصا این اواخر داشتیم. و یکی از چیزایی بود که پدر همیشه ناراضی بود. البته من هیچ وقت طرز عجیب غریب خیابون خونه بیرون نرفته بودم، نه من نه خواهرم، ولی خب بالاخره مسئله بود که متفاوت بود ظاهرمون، و فکر نمی‌کنم عواملش بشه الان گفت، به خاطر اینکه بالاخره پدر، مادر، جامعه، قشری که ما توش بزرگ شدیم، خواهرای من بالاخره از بچگی موسیقی کار کردن، ما رفت آمدمون با قشری نبود که در واقع توی سیاست باشن، بیشتر طیف متفکر و اهل هنر بودن، و خب اینا رو ما تاثیر گذاشت.
بالاخره کتابایی که ما بچگی خوندیم چیزایی بودش که در آینده باید رومون تاثیر میذاشت، که حداقل اینطور نباشیم که به ما بگن اینجور باش، اینجور بپوش و ما بگیم چشم. باید یه تفکری از خودمون میداشتیم و همین هم شد و راه ها رو همین هم جدا کرد. چه چیزی خانم کلهر شما و جوانای همسن و سال شما رو بیشتر در جامعه مثل ایران آزار میده؟ چی میخواین اصلا از جامعه که بهتون نمیده و شما رو معترض میکنه؟ واقعیتش اینه که ساده ترین ارکان حقوق بشر، حتی بگیم همش نه، حتی چند موردش، خواسته این ملته. خواسته من به عنوان یه دختر ایرانی نیست، خواسته این ملته. و اینکه بعد از اینکه دوره مدرسه برای جوان تمام میشه و این میاد توی جامعه، میبینه چه چیزایی بهش گفتن و چه چیزایی داره توی جامعه اتفاق میفته، متوجه میشه که این سیستمی که توش هست زندگی نیست. یعنی بلخص نسل ما که اینترنت اومد و یه جورایی دروازه های مجازی ایران باز شد به دنیا، ما کاملا با یه قیاس کوچک میفهمیدیم که ما فقط داریم اذیت میشیم. ما دیگه بحثمون حتی این نیستش که به ما حالا چه رأیمون رو نخوندین یه رأی دیگه خوندین. ساده ترین حقوقی که یک انسان میخواد رو دارین از ما میگیرین. این خواسته مردمه و فکر نمیکنم مختص به جوانان باشه. خیلی جالبه. حالا من چیزی که سوالی که به ذهن من میاد اینه که شما به هر حال در جمهوری اسلامی ایران تحت نظام اسلامی متولد شدین، در اینجا بزرگ شدین، از دوره احتمالاً کودکستان تا به حال دانشگاه در تمام دوره مدارس به شما تعلیم‌های آموزش‌های اسلامی دادند. قاعدتاً ایران بایستی نسل جوان ایرانی بیش از نسل جوان هر کشور اسلامی دیگه بایستی اسلام‌گراتر باشه. چی شده که برعکس شده در جامعه ایران؟ من مشکلی با اسلام ندارم. همینجاش هم وقتی اعلام پناهندگی کردم میتونستم بنویسم که گفتم میتونی بنویسی که مذهبی نداری اعتقاد نداری. گفتم نه، من مشکل با اسلام ندارم. من مشکلم با شیوه اجراست. اینکه هر کسی چه اعتقاد قلبی داره به خودش ربط داره. من معتقدم تو هر جامعه لباس شهرت نباید پوشید. توی جامعه ایران اگر سنت بر اینه که لباس باید اینجور باشه که انگشت نما نشی، من میپذیرم. توی جامعه غرب من میپذیرم قوانینشو، اعتقاداتم مال خودمه. ولی این که قراره یک سیستم بر مبنای اسلام یا هر دین دیگه ای به من امر و نهی کنه و این که تمام چیزهایی که در طول تاریخ بشر اعلام شده که ضد بشریته بر پشت بر سنگر این دین اعمال کنه بر روی مردم جامعه، خب هر کسی رو میتونه برانگیزه. یعنی میتونه آدم بعد از یک ذره در واقع به بلوغ فکری رسیدن میتونه برگرده بگه نه، این اسلام نیست. اینی که شما داری حداقل بگین که ما دیکتاتوریم، میپذیرن. همونطور که هیتلر دیکتاتور بود. ولی اینکه بگیم پشت این اعتقاداتی که برای همه ما ریشه در خانوادهمون داره، ریشه در زندگیمون داشته. یعنی در واقع حرفی که شما میزنید اینه که داره از اسلام سوء استفاده میشه برای یه قدرت. دقیقاً. برای اعمال حرفشون، برای در واقع سیطره قدرتشون. یعنی جوانای مثل شما هیچ دشمنی یا هیچ به هر حال انتقادی نسبت به نفس دین اسلام ندارین، بلکه فکر میکنین که کسانی که در حکومت هستن اینا دارن سوء استفاده میکنن از دین اسلام و شما مخالفون هستید؟ مسلما. و حالا اینکه دقیقا نفس دین اسلام دقیقا چیه که خیلی ابهامات به وجود اومد. خود من واقعیت شدیده که جایی زده شدم، چون میگفتم اگر اینا نماد اسلام هم پس وای بر اسلام. اگر که نماد اسلام اینه که یک انسانی وقتی حرف میزنه باید اعدام بشه، پس باید تأسف خورد به این دین. ولی واقعیتش اینه که این کاملا شخصیه. مذهب کاملا شخصیه. چقدر فکر میکنی این شیوه فکری که شما دارین، حالا برخوردتون به جامعه و به خصوص برخوردتون به اسلام، چقدر گسترده است؟ چقدر که مشابهه در جامعه در بین جوانهای دیگه همسن و سال شما؟ میتونم استناد بکنم به جمعیتی، به مردمی که از خونه‌هاشون بیرون اومدن با تمام فشارهایی که بود، بلخص بعد از انتخابات میشه استناد کرد به این ملت. یعنی احتیاج به اثبات نداره. این ملت نشون دادن که اعتقاداتشون رو دارن، براشون هم یه سری چیزا مهمه، به خودشون هم ربط داره.
ولی موضعشون در برابر این حکومت اینه که شما دارین ظلم میکنی و نمیتونه ظالم اینقدر بمونه. شاید کافر بتونه حکومت کنه ولی ظالم دیگه بیشتر از این نمیتونه ظلم کنه. بسیار خوب. حالا در بین افرادی مثل شما که از خانواده های نزدیکان به حکومت هستند، شما میکنون از بین خانواده ها چقدر شبیه شما، چند نفر فکر میکنی یا به چه عده مثل شما فکر میکنن، یا شما اطلاع دارید با کسان تماس دارید که شبیه شما باشن؟ تماس اونطور که بگم نه چندان، ولی واقعیت اینه که من بعد از 18 سالگی در واقع وقتی وارد جامعه شدم یک سری از بت‌ها تو ذهنم شکست. من وقتی سوار مینیبوس می‌شدم با مردم می‌شستم، سوار اتوبوس بودم، تاکسی بودم، من تازه لمس کردم تو مملکتم چه خبره. یعنی این اتفاق واسه من به شخص از یک خانواده کاملا، خب با متدینش که کاری ندارم، ولی خب خانواده که تو سیستم بوده، یعنی ما بچگی پدرم تو سیستم بوده، برای من این فاصله شکست. و این اتفاق واسه هر جوانی تو اون خانواده میتونه بیفته. بعضی اوقات جوانا هستن که خب میگن که ما در ازای موقعیتی که پدر داره به ما میده، در ازای موقعیتی که خانواده سیستم داره به ما میده، ماشینی که هست، کاری که هست، فلان، سوار ماشین شخصیش میشه، مردم رو نمیبینه، میره درآمد خوبش رو داره، ازدواجش رو تو همون خاص سیستم میکنه و زیادن. ولی یه جا هستش که میتونه اون جوان من خودش بپرسه که حداقل کاری که میکنم با وجدانم معامله نکنم، یعنی وارد این جامعه بشم و این مردم رو ببینم. شما هیچ وقت تلاش کردید که این نارضاییتون رو در مقابل مسائلی که اتفاق در جامعه میفته و این اعتراضی که نسل جوونی مثل شما دارن با پدرتون صحبت کنین و آگاهش بکنین که مردم جوانای مملکت که اکثریت افراد جامعه هستن، حالا به زعم شما اینطوری فکر میکنن که من فکر میکنم و شما باید یه کاری بکنین در موردش؟ نه، متاسفانه واقعیتش اینه که ما همیشه چیزی که بچگی یادمون بود و من یادمه، همیشه پدرم میشست که ما آدم شیم. اینکه من به عنوان یه دختر 20 خورده سال بیام به پدرم بگم پدرم من حتی اینطور فکر میکنم، این یه چیزی بود که اصلا خیلی ساختار شکنی بود و هیچ جوابی نداشت. اینکه یه شخص اول خانواده است و کل تفکر خانواده است، یا میپذیری یا مردودی. ولی تو اونجا که شما به هر حال میتونستین مشاهده بکنین، پدرتون میدونست اینا رو یا نمیدونست اصلا؟ نمیخواست بدونه؟ ترجیح میداد که ندونه. مسلماً مشخص بود. من وقتی که همین فیلمم رو ساختم، فیلمنامم روی میز کمد بود که پدرم تصادفی دیده بود و با خیلی شاکی از به مادرم گفته بود که این چرا در مورد کافکا این چیزا فیلم میسازه؟ اینا نهلیستن و این حرفا، چرا همچین کاری میکنه؟ و بارها به من گفته بود این جشنواره‌های نور و نبوت و رضوی و اینا که هر هفته فراخوانش میومد چرا نرگس شرکت نمیکنه؟ و خودش متوجه شده بود که نرگس نه، نرگس یا اصلا ترجیح میده کاری نکنه، یا اگرم کاری بکنه اونطور میکنه که خودش میخواد، پس بهتره که اصلا در موردش حرف نزنیم که فاصله حفظ شه. ولی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که آقای احمدی نژاد انتخاب شد، ایشون پدر شما به عنوان مشاور آقای احمدی نژاد یک حرفایی زد که خیلی‌ها تعجب کردن، از جمله اینکه حتی خواننده‌های لس آنجلسی هم میتونن بیان در ایران کنسرت بدن، یا مثلا خیلی از افرادی که به عنوان مخالفان و ضد انقلاب خونده میشن میتونن به کشور برگردن، و مشکل جوونا به حال همون حرفی که آقای احمدی نژاد هم بعدن زدن که مشکل نمیدونم شکل و قیافه و رنگ مو و از این حرف ها نیست. اینا اگر شما فهم میکنین اون حرف یک حرف فرصت طلبانه برای این بود که رأی بخره برای آقای احمدی نژاد، یا اینکه واقعا اعتقاد داشت به اون؟ باید ببینیم که چی شد بعد از چند سال، چون من خودم یادم، ولی خب برخی هیچ کس نزدیکتر از شما نبود که بدونین. آره. واقعا منظور داشت یا نداشت؟ یک جمله بود گفتن که جوان ها به جام جوانی نگیرن. من خودم ساعت 8:30 وسط میدون ونک داشتم دنبال مینیبوس میدویدم، و فقط به خاطر اینکه یه خانوم بودم داشتم دنبال مینیبوس میدویدم، گشت ارشاد منو گرفت. من معتقدم که قضاوت نکنیم، چون نمیتونم بگم توی مغز پدر من چی میگذشت و چی میگذره. بعد ببینیم چه میبینیم. اگر کسی به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک چهره جلوی تریبون قرار بگیره و حرفی بزنه، به حرفش باید متعهد باشه و جامعه درسته که طرف رو بکشن دوباره جلوی تریبون و ازش بگن که شما فلان ساعت فلان چیز رو گفتید، چی شد؟ این یک جامعه درسته، ولی
من ندیدم. خب من خواننده لس آنجلس. ممکن مردم در ایران در یه همچین موقعیتی قرار نداشته باشن که یک رسانه‌ای باشه و دولت مردان و مشاورانشون به هر حال بیان و جواب پس بدن در قبال گفته‌هاشون و وعده‌هایی که دادن اینا. ولی شما که تو خونتون بود دیگه، شما که میتونستین سوال رو پدرتون بکنید. کردید هیچ وقت؟ به خصوص در مورد این سال آخرم که به هر حال این وعده‌هایی که شما دادید؟ نه، من شناختی که از پدرم داشتم به عنوان یک انسان هنرمند و نه تنها من، تمام نزدیکان پدر، 5 سال پیش، چون من نمیدونستم احمدی نژاد کیه، خیلی از ما نمیدونستیم، همه میدونستم مهدی کلهر کیه ولی نمیدونستم احمدی نژاد کیه. وقتی پدر من این حرف رو زد، من به عنوان یه دختر گفتم که بارکلا داره یه اتفاق میفته. اتفاقا از اساتید منم به من گفتن پدر داره یه کار خوبی میکنه. گفتم امیدوارم واقعا همینطور باشه، ولی بعدها فرصت نشد که به پدرم بگم پدر رأی ملتی که به خاطر حرف تو دادن و امروز ناراضیان، برای اون ملت چی داری بگیم؟ متاسفانه فرصت نشد اینو بگم. ولی البته خب پدرتون مسئول اجرایی نبود، میتونست وعده بده، ولی خب کسی دیگه قرار بود که اجرا بکنه اینا. بله، رو شما فکر میکنین که مشکل شاید این بود که ایشون باور داشتن که این اتفاق باید بیفته، منتها وقتی که آقای احمدی‌نژاد انتخاب شدن در دولتش و ایشون در واقع، یا اینکه کسان دیگه‌ای که در کابینش بودن مخالفین بودن. خوشبینانه ترین اینه که من دوست دارم که اینطور فکر کنم که پدرم میخواست که این اتفاق بیفته، وعده وعید برای رای گرفتن نبوده. اجازه بدیم من این سوال بکنم که اصلا چرا پناهنده شدین شما در آلمان؟ آها، سوال خوبیه. خبر شرکت من تو این جشنواره تو سایت ها اومد، دو تا موضوع قرار گرفته شد. این جشنواره حقوق بشری بود که در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شده بود. بله دقیقا. بله. دو تا موزه قرارش وجود داشت. در اکتبر سال گذشته. دقیقاً. تو اکتبر بود. بله. یه گروه گفتن که نگاه کنین این حکومت آدم میکشه، خودش از خودش آدم میفرسته جشنواره حقوق بشر و تقدیر میشه و خیلی براشون سنگین بود. یه گروه دیگه برگشتن گفتن نه، این دختره انگار یه خورده متفاوته، فاملش کلهر هست، دختر فلانکی هست، ولی یه همچین جوی شد. این قضیه اوج گرفت و بالاخره نشستا بود، جنبش سبز خیلی فعال بود تو نورنبرگ و منم آدم نبودم که به خاطر موقعیتی که بخوام مثلا حفظ بکنم شرایطمو، اعتقاد نداشتم به حجاب، محجبم نشدم و حرفمو زدم. سبز رو دوست داشتم که همراهم باشه و این کارو کردم و در نهایت یک روز من در عرض 24 ساعت به علت تماسی که ازم از ایران برام گرفتن و گفتن پرسجو کردن که تو کجایی دقیقا، چون کسی اطلاع نداشت از خروج من، نمیدونستم من در همچین جشنواره‌ای ام، فقط از طریق اینترنت خبر بگیرم. در ظرف 24 ساعت تصمیم گرفتم که اعلام پناهندگی کنم و اعلام پناهندگی کردن منم کاملا یه مقوله شخصی بود. پاسپورتم دستم گرفتم رفتم دم کمپ پناهندگی، گفتم نمیتونم برگردم. شما در این جشنواره فیلمی نشون دادین که این فیلمتون، خود توضیح بدین در موردش که این فیلم دقیقا محتواش چی بود و چی میخواستیم بگیم؟ فیلم در مورد شکنجه بود. فیلم از داستان کوتاه کیفرگاه کافکا بود و اینکه من 7-8 ماهی رو فیلم نامش کار کرده بودم. ماجرای ساخت فیلم من برمیگشت به یک سال و نیم قبل از انتخابات، جریان انتخابات، ولی شرایط در ایران برای من حداقل طوری بود که اون موقع یادمه هزینه زیادی کردم برای فیلم، خیلی قرض قله کردم، خیلی مجبور شدم کار کنم که پول فیلمو در بیارم، ولی تصمیم گرفتم این فیلمو بسازم. این فیلم در واقع داره مسئله زجر کشیدن بشر رو میگه و اینکه آیا ما محکومیم به زجر کشیدن و اگر محکومیم میتونیم محکومیتمون رو خودمون در واقع انتخاب بکنیم یا نه، یعنی در واقع نوع محکومیتی که قرار رو بدنمون حک بشه رو خودمون حداقل انتخاب کنیم. این تنها کاری که از دستمون برمیاد، چون خواه نخواه انگار قراره در طول زندگیمون زجر بکشیم. این در واقع یه اشاره بود از خود داستان کافکا که اونم همین بود و خب من ایدئولوژی خودم هم گذاشته بودم تو. خب شما روی این فیلم گفتین که از قبل کار کرده بودین، یعنی در واقع قبل از جریانات انتخابات و فلان، یعنی این ذهنیت رو در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران داشتید که این فیلم درست کرد. قبل از اینکه پناهنده بشید، اون چیزی که شاید سبب شد که پناهنده بشید، کسانی به شما تلفن زده بودن که به هر حال برنگردین به ایران.
بله، چون من توی دادگاه خود پناهندگیم هم گفتم، چون به من گفتن تو برگردی میکشنت. من همونجا هم گفتم بحث کشتن من نیست. کی فکر میکنی با شما تماس گرفت از ایران که به شما این اختار رو داد؟ من شرمندتونم، من نگفتم هیچ جا توی هیچ رسانه، نمیتونم هم بشم. ولی میدونین که کی بود؟ بله، مسلمه من میشتستم. پدرتون گفته بود که دشمنان ایران شما را اخفال کردن و شما الان یک آلت دستی شدید تبلیغاتی برای دشمنان ایران علیه این کشور. جوابتون چیه به پدرتون؟ واقعیتش هم موقعش هم گفتم خیلی دوست دارم دشمنا رو ببینم کیان. چون ما که چیز ندیدیم از این دشمن. اون موقع من تو کمپ بودم، گفتم اگه دشمن بود چرا من الان تو کمپم مثل هر کس دیگه. میخوام کلهور، شما حالا به آلمان پناهنده شدید و عملا راه برگشتون به ایران رو بستید. شما گفتین که میخواین که تو زمینه برای تلاش کنین برای بهبود حقوق بشری در ایران. دقیقاً میخواین چیکار بکنین؟ چه برنامه‌ای دارین در این زمینه؟ من برنامه‌م همون که در واقع در ایرانم انجام دادم. من تو زمینه فیلمسازی داشتم کار می‌کردم با همه شرایط سختی که در ایران بود، نمی‌شد مجوز گرفت و و و خیلی چیزای دیگه. همون کارو من ادامه میدم، فقط با این تفاوت که الان یک زمینه برای من باز شده، شرایطی که خودم توش بودم و شرایطی که 30 خورده ای سال ایرانی های خارج از ایران باهاش روبرو شدن و این مسئله که کمی نادیده گرفته شد، چون حکومت در ایران فکر کرد که هر کسی از ایران بره بیرون دیگه رفته و هر کسی مشکل داره پاشه از ایران بره بیرون، ولی به این فکر نکرد که این آدم ها ریشه هاشون در این مملکته و مسلماً برای احقاق حقوقشون تلاش خواهند کرد. این مقوله ای که سعی میکنم توش، البته از در زمینه فیلمسازی کاری که دارم انجام میدم، توش بتونم بیشتر وارد شم و فعالیت بکنم. شما چی میخواین از این جنبش؟ شما میخواین که این جنبش صد به شما و جوانهایی مثل شما دقیقا چی بده؟ فرد افراد جنبش سبز خودشون تصمیم گیرنده برای آینده شونن. خوبی که این جنبش داره اینه که رأسی براش وجود نداره. کسی دنبال قهرمان نیست، قهرمانی نیست که امر کنه چه کنید. مردم خواسته هاشون درون قلبشونه و اشتراکی که مردم توی خیابون دارن اشتراکی است که از قبل تنظیم شده نیست. من خودم به عنوان کسی که در جنبش حضور داشتم تمام تلاشم کردم که اگر اصلاحی قرار صورت بگیره اول خودم باشه، یعنی اگر که من قراره حرفی رو بزنم و بگم این درسته، یعنی این دیدگاه منه و نمیرم زیر بار زور، نمیرم اول خودم این کار کنم، حتی اگر به قیمت این باشه که دیگه نتونم به مملکتم برگردم که کم نیست، حتی اگر به قیمت این باشه که عزیزترین آدمای زندگیمو شاید دیگه نتونم ببینم، ولی این اصلاح خودم شروع کردم و تک تک افراد جنبش سبز هم همینطورن. ما خودمون داریم شروع میکنیم، چون این توده مردم سردمداری قرار نیست جلوشون قرار بگیره و بهشون بگه حالا بپیچین این طرفی و حالا این کارو بکنین. نه، اصلا اینطور نیست. این خواسته خود مردم ایرانه. خب حالا دو نظر وجود داره. بعضی معتقدن که جنبش سبز نهایتا بایستی دامنه خواستاشو گسترش بده و از او به قول معروف از جمهوری اسلامی عبور بکنه و وارد مرحله دیگه و نظام دیگه ای بشه. بعضی معتقدن که نه، باز در چارچوب همین قانون اساسی خواستاشو تلاش بکنه که به متحقق بشه و به هر حال به یک درجه ای از دموکراسی در جامعه دست پیدا کنه. شما فکر میکنین به هر حال من شما رو به عنوان نه تنها شخص خودتون بلکه به عنوان نماینده این نسل معترض ایرانی هم این سال مخاطبم هستید که به نظر شما باید چیکار بکنه جنبش سبز؟ باید ببینیم که چیکار میتونه بکنه جنبش سبز. این مهم. من بلند پرواز نمی کنم، معتقدم قدم به قدم، هر اتفاقی قدم به قدم صورت میگیره. این شرایطی که الان در ایران هست نمونهش خیلی تو طول تاریخ زیاد بوده. حتی همون بلوک شرق اروپا که یک زمانی فکر نمی‌کرد اون دیوار ریخته بشه، اون دیوار ریخته شد و اون دموکراسی که آرزوشو داشتن و تو رویاشو می‌دیدن به دست آوردن. ولی همه اینا قدم به قدمه. من نمیگم که یکو مملکت کلا تغییر کنه، اصلا زبان عوض شه، خط عوض شه. نه، اصلا همچین خبری نیست. خود مردم باید هماهنگ شن. اینکه یک شبه همه این چیزا صورت بگیره غیر ممکنه، چون اون چیزی که تو قلب این ملته در اولویت اول احقاق آزادی و حق زندگیشونه. اصلا چیز پیچیده ای نیست.
چهارچوب خاصی رو الان اصلا مردم جستجو نمی‌کنن، میگن بذارین زندگیمونو بکنیم، این ساده ترین خواستمونه، بذارین ما تو خیابون راحت راه بریم. و اینا باید قدم به قدم صورت بگیره. و شما فکر می‌کنید ترجیح شما و بیشتر جوان‌های مثل شما اینه که بهتره که این سران معترضین یا جنبش اعتراضی ایران با حکومت وقت به یک توافق و سازشی برسن که به هر حال به قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی عمل بشه؟ اینکه به سازش برسن خیلی سوال سختیه، به خاطر اینکه سر چی سازش کنن؟ سر اینکه خب شما کمتر اعدام بکنید، کمتر بکشید، سازش پذیر نیست. یک جایی بود که فرصت بود، یک جایی بود که خون جوانی ریخته نشده بود برای این اتفاقات. من قبلش اصلا کاری ندارم، ولی الان اصلا بحث یک نفر، 100 نفر، 160 نفر نیست، بحث اینه که خونی ریخته شده و باید جواب داد. سازش برای چیست؟ یعنی باید جوابگو باشه. من نمیگم کسی قصاص شه، جواب بدن، بگم به این علت، به این علت. اینکه حالا سرانه که شما دارین میگین سرانش اینه جنبش سبز، کسایی که بالاخره لحاظ سیاسی بالا هستن مسلما خودشون مصلحت رو میدونن که اصلاح جامعه به چه سمتی است. من به عنوان یه جوان ترجیح میدم راهی رفته بشه که خونی دیگه ریخته نشه. من آدمی ام که به عنوان یک جوان فکر میکنم انقلاب بیفایده است، همونطور که من بچه بعد از انقلاب میگم کار اشتباهی بود، اصلاح باید صورت میگرفت، نه یه هو دگرگونی کامل. این عقیده شخصی منه. بسیار خیلی متشکرم نرگس کلهر از شرکتتون در برنامه. ممنون که ممنون شما. مرسی.